ترسیم خطوط سیاست خارجی افغانستان توسط رهبر امارت اسلامی. بلندترین مقام امارت اسلامی میگوید که افغانستان یک کشور مستقل است و اراده خودش را در امور کشور دارد. از این رو نمیگذارند که کشورهای دیگر در امور داخلی افغانستان مداخله کند. زستاد پرمایشات نه، نه دی پرمایشات منم، او نه یو قدم در سر مختزم، نه تعمل در سر کوم، نه پر جشرات بانی معامله در سر کوم. وس خو براغلی یه د بمان و مور بد استعمال کری یا چه دا تم گرد را بانی استعمال کی. زمجو دا الله ترمیز یه تعلق استا. می گوید که هنوز در حال جدال با کفار هستند، زیرا آنان مخالف حاکمیت دین خدا هستند و اما امارت اسلامی نمی گذارد که قانون خداوند از بین برود. نزد دی پریردم چه دی خپل قانون را سناپیس کی، ندو ما پریردی چه زخ پل قانون شرعی ناپیس کن. باز ما او دادو مقابله با تر مرگ پری زما پنیابات با بل رازی آقا با پدیا مقابله کی سر ورکی زما پا مقابل با بل رازی سر ورکی بل برازی سر. ما سالمنا هم منز حاربنا. میگوید که دشمن در میدان نظامی شکست خورده، اما در پی فتنه و راه اندازی تبلیغات در برابر امارت اسلامی است. از این رو نباید امارت اسلامی اختلاف را در صفوفش اجازه دهد. د پتنه او د تبلیغات عملیات بکی، دلته به پتنه انگیزی کی، دلته به د حکومت و د رعیت ترمنځ فاصله پیدا کی، دلته به داسې موضوعات راپورته کی چې پاکی اختلاف راشي. د خود د حکومت په بدنه کې به یو بل داسې سره برابر کی، یو پر یو انتقاد کی، بل پر بل انتقاد کی چې دا بدنه سره کمزوری سی اختلاف سره راشي. او اما با همسایه ها از زبان نرم پیش می آید. می گوید که امارت اسلامی اراده بد در برابر همسایه های افغانستان ندارد و نباید این کشورها نگران باشند. که از مجد ملک گواندیان دی دادی هیچ احساس نکی چه مجد بدادی پاکی بد اراده نر مجد ایس بد اراده نر مجد اسلام در سلامتیان نم دی سلامتیان غار. رهبر امارت اسلامی برای سیاست خارجی کشور در حال خط و نشان تازه می کشد که کابل همچنان برای کسب مشروعیت جهانی تلاش می کند و همین اکنون هیئتی از افغانستان در دوحه سرگرم گفتگو با مقام های غربی است.